رفتیم تو از دور دیدم که یه جای یک دایره افراد شکل دادن و واسطن. جلوتر رفتیم این همه مسلح هستن. در کانون اون دایره سه نفر نشستن. یعنی این دایره شکل داده بودن افراد مسلح، سه نفر وسط اون دایره سه تا صندلی گذاشتن نشسته بودن. سرگرده در کنار این دایره مسلح ماشین رو نگه داشت. پیاده شدیم با هم رفتیم به طرف اینا، رسیدم سه تا سلحشگر نشستن رو صندلی نشستن. یه نقشه بزرگی هم جلوشون پهنه، نقشه منطقه بود. حالا ببینید ما در اوج پیروزی هستیم، اینا ما فتح المومین رو پشت سر گذاشتیم، الان خرمشهر داره آزاد میشه دیگه. در اوج انرژی و روحی اینا بودیم، اصلا احساس نمی کردم که الان در دست دشمن هستم. من به محض این که رسیدیم سرباده احترام گذاشت، منم احترام گذاشتم. اینا از صندلی بلند شدم، گفتش که خانمان ایرانی با من دست دادن، سه تا سلشگر، من صدفن یک. شما شانس بود این موقع اسیر شدیم پس، خیلی باهاتون بردفتاری نکنن، کتک و قنداق تفنگ و مشت و لگد و کاف بگید. ببین اینه میگن شانس خدمتی دیگه، شانس این که چه زمانی اسیر بشه. خلاصه گفتن صندلی دیگه آوردن و صندلی چهارم رو بشین، ما نشستیم روش و یه لیوان آب گوارا دادن دستمون آب بخور. یه مدر این سوال های معمولی کردن اینا. ببینید اینجا قدرت را باید آدم تو ذهنش بیاره که این قدرت هست، این ابهت هست که باعث میشه دشمن این کارو بکنه. اصلا تو قاموس نظامی وجود نداره که سلشگر توی میدان جنگ بگه یه اسیری که ستون یکه افسر جزء اینا بیارید ما ببینیمش که چی؟ اونا که در مقابل نیستن که بازجویی بکنه، از من اطلاعات بگیرن، تازه بگیرن هم به دردشون نمیخوره، اونا تو متن جبهه هستن. کسانی اطلاعات میگیرن که برن پشت جبهه بشینن تجزیه تحلیل بکنن و بعد تصمیم بگیرن راجع بهش. خلاصه ما به محض اینکه ما برامون یه سوال بود که ایران چطوری از این کارون رد شده. چند تا اینو گفتی که به شما؟ نه ما خودمون، برای خود شما هم سوال بود. ما خودمون سوال بود که ما صحبت بود که دو تا یه سه تا پول از عراقی سالم گرفتیم. من دنبال اون پولا میگشتم رو نقشه که این پولا کجان که ما ازش رد شدیم. بعد خودمونم یکی زدیم چهار تا پول. من همینطوری که واسطه بودم داشتم این نقشه رو نگاه میکردم، اینا نقشه رو جمع کردم. برای من خیلی جالب بود، خیلی جالب. اصلا ببینید اینی که صدفان یک رو ببرم پیش سرلشگر، اینا دنبال چی میگشتن؟ جز این بود که اینا در ضعف قرار گرفتن و برایشون سوال است که بابا ایران این هواپیما، این همه هواپیما از اول جمعی از دست داده، این همه خلبان از دست داده، اینا از کجا دارن میاند؟ هواپیما که بهشون نمیدن، اینا که میدونستن که دنیا به ما هواپیما امریکایی نمیده، هیچی به همه کشورهاییم که میتونستن، به همه دلالام که میتونستن تو بازار سیاه هواپیما پیدا کنن برای ایران بیارن، گفته بودن نبرن برای ایران، نمیومده. خودشون براشون سوال بود. من خودم استنباط این بود که مقصد ببینن که مثلا این خلبان ایرانی روحیش چیه، چطوریه، نمیدونم. برها یه چند دقیقه نشستیم و بعد گفتن برید. ما آمدیم با سوار ماشین شدیم، رفتیم کنار دجله، دست که مرکز فرماندهی سپاه سوم عراق. رفتیم در جایی که به قول معروف لوله زنبور نیروهای دشمن تو هم وول میخوردن و اینا، انواع و اقسام ماشینالات نظامی افراد اینا. بعد ساختمونی بود، سرگرده رفت پیش اون ساختمون، ماشین نگه داشت، پیاده شدن رفتیم جلو در. یه سروان نگهبان جلو اون در بود، یه صحبت اون سروانه کرد و رفتیم داخل. دری رو باز کرد، رفت داخل، من پشت سرش رفتم، تاق رفتم، یه سپه بود نشسته، یه سپه بود نشسته پشت میز، یه سرلشگر یا اونم سپه بود بود بقل دستش نشسته بود، با هم گپ میزدن. اسمش یادم نیست، این فرمانده سپاه سوم چی بود. بعدن که تو عراق
تو روزنامه هاشون خوندم که این اسمش چی بوده. آر عبدالرشید هم خواهیم بگیم؟ نه، اون فرمانده سپاه چهارم بود. اگه یادم اومد حالا اشاره بهش میکنم. خلاصه رفتم و گفتش که خلبان اسیر ایرانی بلند شد با ما دست داد و اونم دست داد و صندلی جلو میزش بشین و شروع کرد با ما مزاح کردن. حالا آقا رنگی مثل گچ، حتی اون سه تا سلشکر رنگش رو رنگ صورتش مثل گچ وحشت کرده بودن چون شکست خورده بودن. اگر کشته می شدن که مرده بودن، اگر فرار می کردن می اومدن عقب هم صدام می کشته چون که کشتشون چون اینا که هم همون فرمانده سپاه سوم را اعدام کرد، همین فرمانده های لشکر را که به دلیلی که شکست خورده بودن. اینا که شما دیدینشون اعدام شدن یعنی؟ آره، اینا قبلا تو روزنامه خوندیم و خبرنگار خارجی اومد گفت چرا اینا رو اعدام کردن، اینا در وظیفه‌شون سستی کرده بودن. میگوشی حالا سر رفتیم اونجا، یه رادیو بغلی میزش بود، روشن بود، رادیو ایران بود، رو موج آبادان به زبان عربی داشت مارش نظامی میزد و یک مارش میزد که مو به تن آدم سیخ میشد. ما 11:20 از هواپیما پریدیم بیرون. 12 که اذان ظهر شد ما تو دفتر این فرمانده سپاه بودیم. این مارش نظامی قطع شد، اذان شروع شد، اذان ظهر. گفتم میخوام نماز بخونم. این فرمانده سپاه صدا زد سروانی که پشت در بود اومد و گفتشون راهنمایی کنه برای نماز بخونم. رفتیم از تو محوطه رفتیم یه 50 متری جلوتر سرویس بهداشتی بود حضور گرفتیم و برگشتیم اومدیم. حالا دیدی که ما خلبانه یه لباس جیسوت میپوشیم، جیسوت فیت مثلا پاهامون و این کمرمون اینا هست، این فیلم های قدیم کابویا بودن میدیدی همون حالت رو داشتیم. حالا وقتی رفتم اونجا این پوتنا رو باز کرده بودم که بزرگ بگیرم به همون صورت یه بندش رو نبسته بودم. آسینا بالا با همینطور رو میردم، اینایی که این اطراف بودن چهار چشمی نگاه میکردن بابا این کیه، درجه که سلطان یکه، ولی آخرین چی؟ اگر اسیر چرا پیش فرمانده سپاه بردنش؟ اگر اسیر نیست مثلا فرض کنی که یک نظامی مشاوره، خب اینجا چکار میکنه؟ چرا اینطور کانادا اومدیم نماز خوندیم و سجاده انداختن نماز خوندیم و برگشتیم پیش همین آقای سپاه بود. ما داری نشستیم و باز شروع کرد صحبت کردن و مزاح کردن. بیشتر سوال بحثشون این بود که شما از اسرائیل اسلحه میخرید. حالا قضیه چی بود؟ یه هواپیمایی از آرژانتین ما اسلحه خریده بودیم، اسلحه حالا از اسرائیل رفته بود اونجا، نمیدونیم، به هر حال ما بازارسیا خریده بودیم. تو آرژانتین هواپیما داشته میآورده که بیاره ایران، تو شوروی زده بودنش هواپیما. اسلحه شما الان تسلیحاتش میدونید چی بوده؟ مثلا کلاش بوده، موشک بوده، چی بوده و اینا مشخص بود؟ نه ما که نمیدونیم، ولی بحث به صورت خبرگزاری دنیا همین بود که یه اسلحه به طرف ایران میومده که تو شوروی زدنش افتاده پایین، ولی چون همه جو رسانه‌ای بر علیه ایران بود میگفتند که به اینکه ایران و من دشمن اسرائیل هستم، اونا میخواستن بگن نه بابا شما دشمن اسرائیل نیستین، شما با اسرائیل رابطه دارید، بحثشون این بود. خلاصه یه مادری صحبت کردن و گفت که خب شما بفرمید تو اتاقی یه نهار بخورید و برید به طرف ستادتون. ستادمون کجاست؟ حالا اردوگاه منزل. رفتیم تو اتاق دیگه، یه نیمکت بود و یه چند تا صندلی اطرافش رو غذا آوردن، دو تا سروان نشستن پیش ما که نهار بخوریم. نهارشون فکر کنم کوفته بود، یه چیزی مثل کوفته. منطور من نه اشتهایی داشتم نه مزهی داشتم، سرماخوردگی باشه داره که از اشتها افتاده بودم. بسید یه ذرا مزمزه کردم و برند شدیم. یه نیسان استیشن واسطه بود، رفتیم سوار شدیم. جلو راننده بود یه فرد مسلح، صندلی عقب من یه سربانه یه طرف نشست، من وسط رو نشستم و یکی نشستم و حرکت کردیم به طرف داخل بصره. اینا در حقیقت شکست دیده، شکست خورده بودن دیگه. حالا
فقط مونده بود که خرمشهر آزاد بشه و اینا از پشت پادگان حمید همه هی ضربه خورده بودن و اسیر شده بودن عقب نشینی کرده بودن و شکست براشون قطعی بود دیگه. به خاطر همین تمام ماشینای حمل و نقل زرهیشون داشته میفرستن داخل بسته و پشت بسته اون طرف. به خاطر این جاده ای که از اون خسیب چی خسیب؟ ام الخسیب چنین چیزی بود که اونجا دستکشون بود، از اونجا که ما حرکت کردیم هنوز آفتاب خیلی مونده بود. بله ما ساعت در حقیقت یک ساعت دوازده و بیست دقیقه چیه؟ اذان بود، نماز خوندیم، بعد نهار خوردیم، فکر کنم حدود یک و خورده نزدیک دو بود که ما از اونجا حرکت کردیم. به قدر این جاده بسته بود که ما تاریکی شب رسیدیم به داخل بسته، یعنی بعد از مغرب و عشا رسیدیم به داخل بسته. این جاده کیپ بسته شده بود، راه نبود که ماشین برن. تازه اینم که ما میرفتیم ماشین کنار جاده توی خاکی میزد و میرفتیم. خلاصه با همین حالت چش باز و دست باز و نه این که اسیر نیستم دیگه نشستم. این دو تا سرگانم یکیشون فارسی صحبت میکرد با من، فارسی صحبت میکرد ترجمه میکرد برای اون یکی، شروع کردن سیاسی بحث کردن. ما هم که کم نمیوردیم. زلفقاری اتفاقا میگفت، میگفتش که محمد اعظمی بچه های حزب اللهی نمیدونم انجمن اسلامی تهران بود و خلاصه ما محکم با شما مثل بحث میکردیم با صدای بلند. بعد خلاصه من آخر دیدم که نمیتونم اینا رو متقاعد کنم، یه حسلتون سر رفت دیگه. نه گفتم اصلا چه بحثی با من میکنید بابا، اومدید تو کشور من، منم نظامی هستم بر حسب وظیفه اومدم جنگیدم دفاع کردم، الان اسیر شما هستم، از من چه انتظار دارید که شما بحث سیاسی با من کنید؟ این طرف گفت ببخشید ما که نمیخواستیم شما رو ناراحت بکنیم. خلاصه دیگه سکوت برقرار شد، دیگه سکوت برقرار شد. رفتیم از پل دجله رد شدیم، رفتیم داخل بصره و داخل شهر رفتیم، سوت و کور، یک شهر در بداغون. اون چیزی رو که ما از بصره بودیم حالا توی جمع بود دیگه، همه چی به هم خورده بود. رفتیم از در پایگاه شعبی وارد شدیم، رفتیم حالا گردان های خلبان ها بود یا این که عملیات بود، ما رو بردن توی اتاق دو سه تا سرباز نشسته بودن و میزی و تلویزیون و چه اینا سربازا نشسته بودن و بعد شام برامون آوردن. شامشون خوراک مرغ بود با زنانون، باز ما اونجا نتونستیم غذا بخوریم. این من فکر و ذکرم این بود که آیا اینا تو اخبار میگن که ما اسیر شدیم یا نه، که ایران متوجه بشه که ما در چه وضعی هستیم. تلویزیون شروع کرد به اخبار گفتن، جایی که گفته بود که هواپیمای ایرانی رو زدیم سربازه شکسته و کسه به انگلیسی گفت راجع به شما دارن صحبت مونن. من گفتم چی میگه؟ میگه من مردم؟ یه دستی زدم که ببینم اون چی میگه. گفت نه نه نه، میگه شما زنده هستید، اینجا هستید. خواستم ببینم که چی گفتن تو اخبار. به خیالتون راحت بود که خانوادتون دیگه میدونن که شما؟ حالا اون گفتش که نه نه نه، گفته که شما اسیر شدید اینجا هستید. اون تا نگفته بود، اینا نگفته، اصلا اشاره ای نکرده بود که خلبانش مردن یا زنده. سربازه دروغ گفته شما؟ آره دروغ گفت. خلاصه نشسته بودیم، بعد سه تا یا چهار تا خلبان اومدن میشم، یکیشون سربان بود، دو تا یه سه تا یه سه بامیشونم صدفان بودن. برای بازجویی اومدن میشه شما؟ حالا آره با این هدف اومدن، اومدن و سلام و حال و احوال و دست دادن و بگو و بخند و شوخی و خوش آمدید، شما مهمان ما هستید و نگران نباشید، اینا جنگ تموم میشه برمیگردید و فلان اینا. بعد سربانه یک کاغذ رو انداخت چونه عذرخواهی کرد، گفت وقتی من مجبور هستم یه سری سوال از شما بکنم. شروع که سوال کردن و حالا مشخصات و این چیز رو گفتن، به اونجایی که حالا اطلاعات میخواست میگفتن نمیتونم، میخندیدن. ما که میدونی تو میدونی، آیا تو صدفان یک هستی؟ یعنی ده سال خدمت میمونی، خلبان هستی، مگه میشه این سوال رو تو ندی؟ ایم نداره، حالا میخواست جواب ندی نداره. چه برخورد خوبی کردن، خوب مشکل اگر ندارم خیلی، نه شانس رو بردیم. ببینید به خیلی عوامل بستگی داره، خیلی عوامل. اتوانا مهمترینش همون پیروزی هستی، اون شرایطی که اونا پایین بودن ما بالا. آره، اولین مسئلهش همین بود که اونا در حال شکست و ترس خودشون بودن، و دومین این که ما بین نیروهای نظامی افتادیم. نیروهای نظامی به هر حال یه سری دستورالعمل‌هایی دارن، اگرچه بعضا
رعایت نمی کنند و عقده کشایی می کنند ولی چی مونه؟ یا مثل صدی قادری حتما صحبت کرده براتون بله بله. که این بین نیروهای مردمی افتاده بود چطوری زده بودن در بداغونش کرده بودن چون اونا تحت تاثیر تبلیغات هستن مردم عادی به هر حال یا اینکه موقعیت نفر که اثیر میشه یه موقعی هست که مثل خلبان ایسی که من بودم خب خیلی محترمانه با من از اول برخورد کردن همون جاییم که تو جبه من تو وانه نشستم یه لیوان آب به من دادن که البته اون آب شور بود آبی که سرباز شور میخوردن ولی این آبی که اینجا فرمانده سر کردن آب شیرین و گوارا بود از شبت که گفتین اون چند باز... تا خلبان داشتن بله. بازوی میکرد یه موقعی هست که شما سرباز هست سرباز رو میزنن تو سرش سرباز دیگه هر کی از یه طرف میزندش بسیجی و سپاهی باشی به شدت برخورد میکنن که حتی تو اون اردوگاه ها ببین اسارت دو مرحله داره یکی مرحله اول است تا زمانی که وارد اردوگاه میشی اینا میگن مرحله ترانزیت یعنی از جایی که شما اسیر میشی تا جایی که به اردوگاه میرسی مرحله ترانزیته تو این مرحله هر بلایی ممکنه سر تو بیاد چون هیچ که به هیچ که نیست مثلا از تو جبهه دو نفر چهار نفر رو مأمور میکنه آقا اینا رو ببرید تو این بردن نه امکاناتی هست اگه مجبور باشه امکانات نیست که شما رو درمان کنن مخصوصا یه گروه زیاد باشه یا مثلا ما آقای علی مرادیمون هست که آقای علی مرادی وقتی که اصلا افتاده بود مثل اینکه یه گلوله خورده بود همون تو جبهه پانسمانش کرده بودن مداواش کرده بودن و بعد برده بودش از طریق زمینی برده بودنش منتها وقتی به ما رسید ما رو اومدن از بسته با هواپیما بردن بغداد خیلی سریع مثلا توی همین مراحل ترانزیت توی این اصلا به شدت دنبال پاسدار میگشتن چون اینا میگفتن نظامی که وظیفه جنگیدنه بحثی نیست بسیجی محافظ انقلابه سپاهی کسی جنگ رو شروع کرده و اونها هستن که عامل اصلی جنگ هستن اینطوری طبقه بندی میکردن و با این طبقه بندی با افراد برخورد میکردن ما اگر شما حالا چون مثلا تخصصتونه و دنبال این مسائل هستین شاید این کتاب پایی که جاماند یا سرباز کوچک امام رو خوانده باشید اگر با دقت همش رو بخونی ببینی که اسارت واقعی رو اونا کشیدن مثلا جایی که توی همین مرحله ترانزیت اینا رو تو توالت های عمومی که اونا چون مثلا آب سطح زمین مال اونا مثلا ما نیست که آره باید 100 متر بکنی تا به آب برسی بنابراین چای توالت همونا میکنن 20 متر 30 متر 40 متر میکنن میرن پایین و پر نمیشه اونا چون که آب سطح آبشون بالاست نمیتونن زیاد برن پایین این است که چای توالتشون پر میشه زود و تخلیهشون با ماشین است که میان تخلیه میکنن بعد به زودی نمیان این چا پر میشه میزنن سطح توالت پر میکنه این بچه هایی که اسیر شده اونجا ها نگهداری میکردن تو اون مناطق نگهداری میکردن یا این پایی که جانمان این خدا حفظش کنه در حال پاش از اینجا قد شده بود به یه پوستبند بوده کرم گذاشته بوده کرم از سر و با روش بالا میرفته و با چه فراکت اینا حالا اینه که با اسیر چطوری برخورد میکنه میگم بستگی به خیلی شرایط داره یکی موقعیت دشمن از نظر شکست و پیروزی جایی که اسیر میشی دستی که اسیر میشی چه جایگاهی داری و این مسائل هست که اینها هست که باعث میشه که با تو چه رفتاری بکنن خب ما به عنوان خلبان وقتی اون مثلا دوست خلبان اومدن با من مصاحبه کردن بعدش از اونجا دیگه اسارت من شروع شد که چشم ها بستن دست من از پشت بستن سوار ماشین کردن بردن توی رمپ پروازی رسیدیم من صدای هواپیما رو شنیدم خب حس می‌کردم که الان دیگه وارد رمپ پروازی شدیم پیاده شدیم سوار هواپیما شدیم رفت یک ساعت بعد یک ساعت خورده بعد پیاده شدیم توی بغداد دوباره سوار ماشین کردن رو صندلی عقب ماشین خوابوندن رفتیم از تو محیط فرودگاهی وارد شهر شدیم ازدحام جمعیت صدای ماشین همهمه جمعیت و اینا
خلاصه رفتیم تا باز سر صدا خوابید، متوجه شدم تا اینجا دیگه وارد پادگان نظامی شده. خودم از نظر حسی اینا رو برای خودم تجزیه تحلیل میکردم که الان موقعیت کجا هست. تو پادگان که دیگه سر صدا نبود، شب بود، حالا دیگه دو ساعت از مغرب گذشته بود، ساعت 8:10 شده اینا. وارد پادگان شدیم، پیاده کردن و رفتن، یه دری باز شد و ما رو روی تخت خوابوندن. دستمون که به صورت دستبند دوتا بسته بود باز کردن، یه دستمون رو به پای تخت زدن با این دستبند و خوابوندن و در رو بستن رفتن. اینجا استخبارات بغداد دیگه، درسته؟ اینجا استخبارات نیست، اینجا به صورت پایگاه نظامی، حالا جایی است که تخلیه اطلاعات میکنن. خب من یعنی هنوز تو اون چیزا نرفتم. هنوز اون گاف صندوقی نرفتم، درش گاف صندوقی بود. آره نه هنوز نرفتم. اونجا جایی بود که شما از ذوالفقاری دیدین دیگه، با هم دیگه بودین توی یه سلول. از شبات که به قدری خسته بودم، من سرمو گذاشتم رو متکا رفتم. هیچی نرفتم. همون تختی که با دستم بسته بودم متکا داشتیم مگه؟ تخت راحت بود؟ آره راحت بود. تخت سربازی بود دیگه. خلاصه خوابیدمون با صدای عبدالباسط بیدار شدیم صبح. اون نوای دلنشین قرآن. میگم اصالتتون اولش خوب بوده. خلاصه دیگه در زدم، اومدم در رو بسکنم، شروع گفتم که نماز میخوام بخونم. دیگه بردن پوزو گرفتیم، اومدیم نماز خوندیم و دوباره بستن و رفتن و یک ساعت بعدش صبحونه بردن، شیر و پنیر رو فنان اینا، باز نتونستیم غذا بخونم. از شبت که یکی دو ساعتم بعد بازجویی ها شروع شد دیگه. آره اینجا دیگه از اون قربان صدقه ها نیست، از این قربان صدقه ها هست. یه خلبان با درجه سرگردی فکر کنم بود پشت میز نشسته بود و ما اومدیم جلوش نشستیم و شروع که سوال کردن. و راسته شما تو بازجویی هاتون حمید نعمتی رو هم دیدین؟ نه نبوده پس سر بازجویی؟ نه دیگه حمید نعمتی اون اوایل جنگ بود که مثلا همون چند ماه اول که بیشتر خلابان هم همون موقع اسیر شدن اونجا بود، بعد برده بودنش. نیاد حالا شروع کرد سوال کردن و یه سری برخور اطلاعات رو نمیبایستی بدیم که ندادیم و به پاشون ایستادیم و کتک کردیم و... اونجا کتک میزدن؟ آره. چک و لغت بود؟ چجوری میزدن؟ قابل بود چی؟ از شبت که خب یه سری سوال رو ما انحرافی جواب دادیم، یه سری هم که اطلاعات عمومی بود مسلمین. اینا اومدن فرودگاه مهرآباد و تمام تسهیلات و ساختمان رو با بند فرودگاه گذاشتن. نقشه یعنی؟ نقشه. گفت که گلدان خلبان کجاست؟ علامت بزن. نمیشد این کار رو بکنی. خب اشتباهی نمیشد علامت بزنین گمراهشون کنین؟ این کار رو نمیشد بکنی. چون اون میدونستن. همه چی رو میدونستن. اصلا همه چی رو میدونستن. ما همین نعمتی که رفته بود حرمزاده. همه چی رو گفته بود. این هم که از ما میپرسند و اصلا مثلا اطلاعاتشون رو بسنجن با اینکه مثلا هم ما رو بسنجن هم اونایی. خلاصه خب ما دیدیم اگه گردان رو نشون بدیم فردا میرن میزنن دیگه. اگه گردان رو بگیم فردا میگن فرمانده پایگاه اتاقش کجاست، پس فردا میگن معاون عملیاتی کجاست، اونجا میگن شیلترا کجاست، پمپ بنزین کجاست، انبار زغمات مهمات کجاست. اینا هم داری کاغذ قلم که بذاشترم و دارم که گفتم که از من نخواه که اینا چیز کنم. صدا کرد با اصلاحانی سرباز اومد کشتن و حالا هر دفعه میادن ما رو بلند میکردن، دستمون رو میبستند و یه باشه میبادن از صندلی کندن و بردن انداختن رو تخت و با شلاخ شروع کردن بزنن، فلک کردن پاما بستن و رو خلاصه فلک کردن. فلک شدی تو مدرسه؟ نه نشد. زمان ما میکردن، زمان ما ما الان چک و لغت کردیم ولی فلکمون نکردن. دو تا پا رو با تناب میبندن، یه چوب هست که تناب بهش بسته و پا رو میکنن تو اون چیز و یکی این طرف یک اون طرف چوب ها نگه میدارن بالا با کف میزنن کف پا. خب شروع کردن به زدن و اول خود درد میکرد و بعد یواش یواش که گرم شد دردش کمتر شد و مطمئن هم میزدن. ما لبامونو شروع کردیم گاز زدن که صدامون در نیاد. فریاد نزدیم کلا، فقط همین آره صدامونو حفظ کردیم. خلاصه زدن، حالا صد تا زدن، کمتر بیشتر نمیتونم. به هر حال ول کردن رفتن. دیگه گفتیم حالا توی این بازجویی های
نصیحت میکرد شما وظیفتون رو انجام دادید نسبت به مملکتتون، حالا با ما باید همکاری بکنید، اطلاعاتی را که لازمه باید به ما بدید. بعد مثلا تهدید میکرد اگر همکاری نکنید جای بد میفتی، اذیتت میکنم فلان اینا. تطمیع میکرد اگر همکاری بکنی جای خوب میری، فلان میشی فلان میشی اینا. ما هم گفتیم اینا که بعدا شعاره، بذار بینیم وقتی به واقعیت میرسیم به کجا میرسیم. بعد که شروع کرد به زدن گفتم خب حالا مرحله حالا اولشه، مقاومت میکنم تا ببینم تا کجا حالا میتونم مقاومت بکنم. هر جا که نتونستم دیگه حالا نتونستم دیگه. آماده شده بودیم که حالا روزهای بعد شدیدتر برخورد بکنم. فرداش که اومدن ما رو بردن تو که رفتیم، دستمون رو باز کردن، چشمون رو باز کردن، گفت بشین و اینا. نشستیم بعد گفتش که بهشون گفتم دیگه دستات رو نبندن، چشات رو نبندن، این برای شما خوب نیست. دیروز اونطوری، حالا دیگه برای ما خوب نیست. خلاصه شروع که سیاسی صحبت کردن. آخ چقدر راحت شدن، چقدر خوشحال شدم که بحث نظامی خارج شد اما تو بحث سیاسی. ما یک ساعتی با من سیاسی بحث کرد و دیگه اومدیم بیرون. اومدیم هنوز منتظر اون تهدیدها بودن که بالاخره یه جا میان این تهدیدها رو عملی میکنن. یه چند روزی دیگه موندیم و یه روز اومدن گفتن پاشو باید بریم پیش رفاقت. باز چشو و دستا رو بستن و ماشین سوار کردن و رفتن تا باز از داخل خیابونا خلوت شد و رفتن یه جایی. باز هم حس شنوایی به ما میگفت که الان اینجا کجاست. باز پیاده شدیم داخل یه محیطی شدیم که مسقف بود، یعنی صدای داخل که میپیچید مشخص بود که اینجا مسقفه. یه سری آهن به آهن میخورد، مثل دست کلید به نرده آهنی میخورد. اسم کردن مثلا آن یه جایی هست که اینجا دوره برم نرده آهنیه، اینا این دست کلیده بهش میزنند و فلان. رفتیم توی اتاق، لباس پرواز اینجا از تنمون در آوردن و لباس زندانی تنمون کردن و با چش بسته خلاصه بردن بیرون. از لباس زندانی چطوری بود؟ همین یه پلیس مثل پلیس شما کردن تنتونه با یه زیر چلوار. مثلا آقای وارسته از خلبانه فنج میگفت دشتاشو تنش کرده بود. آره حالا نه، برای ما تو زندان که میرفتی همه رو از این لباس میپوشن، لباس زندانی. منتها رو بیرون از زندان توی پایگاه ها که نگه میداشتن در مجلس بازجویی اونا لباس دشتاشم داده بودن بهش. نه اینجا لباس زندانی بود. روز تنمون کردن رفتیم. حالا ما هی میگفتم که کجا الان بچه های ایرانی هستن که صدای ایرانی ها رو میشنیدن، همش دنبال این لست شماری میکردن که الان بچه ها میرسیم. خلاصه باز از اینجایی که این سربازها عربی صحبت میکردن و دستی که دارو میزدن به این نرده ها خارج شدیم، یه جا نگه داشته یه دفعه دیدم که وارد یه جا شد. ای آسانسوره، گفتم اینا اسرا با آسانسور جا به جا میکنن، بابا عجبشون میرسن. آسانسور رفت بالا، در آسانسور باشد جیغ داد فریاد زج ناله. حالا من تو گردانه پروازی قبل از جنگ یه جزوهی خونده بودم که اسرائیلی یا خلبانه عرب را چطوری بازجویی میکردم و چطوری تخلیه اطلاعات میکردم. اینا نه به عنوان این که یه روزی جنگ به چما یاد بیرم، همه جور گفتم ببینم یه چکار میکردم. اونجا خوندم که خلبانه عرب را توی اتاق زندانی میکردن، پشت در اتاق یا اتاق بغلش نوار شکنجه میذاشتن تا این خلبان تضعیف روحیه بشه با اینا همکاری بکنن. ما تا که این صدای زجر و شکنجه رو شنیدیم گفتن این همون نواره، اینا میخوان منو تضعیف روحیه بکنن که به سوالشون جواب بدن. دیگه اونجا باز این خیالم نبود که مثلا حالا دارن نفر شکنجه میکنن، شکنجه نیست نواره دیگه. خلاصه رفتیم بازی رو اسم مانا نوشتم، مشخصات نوشتم، ثبت کردم و رفتیم. یه دری باز شد، از همین دری گفتصندوقی باز شد، رفتیم داخل رو. ما رو برد داخل، پشت سرمون این چشمند رو باز کرد، دستمون رو باز کرد، تک در رو بست و رفت.
شما حالا آخرش فهمیدین اونا واقعا نوار بود یا صدای واقعی؟ بعدا رسیدم بهش. خب چی بود؟ واقعی بود؟ واقعی بود. واقعا داشتم جدا. خب بعد اونا ایرانی ها بودن یا نه از زندگی سیاسی خودشون بودن دیگه؟ نه هنوز به ایرانی ها نرسیده بودین شما در؟ نه اونجا بچه ها رو اگه میخواستن شکنجه کنن میوردن پایین، میوردن جای دیگه تو همون زیر ساختمون پایین ساختمون. شما اینجا الان تو اون گاف صندوقی تنها بودین دیگه که دو ماه انفرادی رو اینجا گذرونده. حالا چشم رو باز کردم، من هیچ جا رو نمیبینم، یه نور ضعیفی از یه گوشی اتاق توی سوراخیه. دیوارا همه این رنگی بود، تمام دیوار، کف، سقف، همه این رنگی، تاریک. حالا چشم بسته بود، همینطوری واسدم، قدم جلو بذارم تو چا میفتم، عقب برم، چپ برم، راست برم، اینا هیچی نمیدیدم. همینطوری که یه مقداری واسدم، یواش یواش دیوار دیدم، یه متر این طرف در دیواره، دو متر اون طرف در دیواره، یه کم اون مرد در دیواره، اون طرف هم که دیواره سو درسه. نگاه کردم بالا زیر این سقف سه تا لامپ مهتابی روشنه، اون طرف هم دیوار یه جا حفره گود شده، یه لامپ چلوا تقریبا روشن سوسو میزنه، روی اون لامپ هم با سیمتوری زخیم بسته شده. خلاصه یواش یواش دیگه دیدم، زمین رو دیدم و دیدم که اون طرف که روبروی در ورودی بود دوتا دیوارک هست که یک رای ورودی داره، دوتا دیواره که مثلا یه متر و نیم این برمار، یه طرفش سرویس بهداشتی بود، یه طرفش هم دوش حمام بود. این طرف هم میدم یه پتوی سربازی افتاده است و از شبت که یه دو سه تا درب تولد فرنگی شکستم اونجا تیکه برای افتاده. اون پتوه حالا من به خاطر خاطرات اوسره دیگه میپرسم، شیپیش هم داشت یا نه در تمیز بود؟ محیط بهداشتی بود، ور میزد شیپ داشتش. پس شما هم تجربه شو گردید. خلاصه همینطور شو اید دوزه بیداد اصارت، یعنی این تا اینجا که فونی خاله بوده. خلاصه نشستیم یا نزدیک ظهر دیدیم که در سلول های باز و بسته میشه، تق 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 اومد در سلول ما باز کرد. معون، معون یعنی ظرف، نمیفهمیدم چی میگه. روی این دیواره که اینجا بود یه ظرف پلاستیکی یا یکم بزرگتر از این بود، همین صاف هم بود، اشاره کرد که اونا بده. اونا دادم بهش، یه ذره برنج ریخت توشو، یه گوشت انقدی هم گذاشت روش و یکم آمین روش روش داد به اونو، تق در رو بست و رفت. بزن این یعنی نهارش من اینه دیگه. حالا سرماخوردگی اینجا برطرف شده بود دیگه، احساس گشنگی رو میکردم. این مدت هم غذایی نخورده بودم، شروع کردم غذا خوردم، دیدم برنج دیگه قاشق که نیست، با همین دستم یکم ریختم دادم، دیدم برنج خام از زیر زندون، زیر دندون خرب خرب میکنه. گوشته رو یه مقداری مزمزه کردم و خلاصه یکم مزمزه کردم و ریختم تو سطل آشغالی که اونجا بود. یه مقداری گذاشت و بعد در شب باز شد و دوباره گفتش که لیوانتو بده، گلاس. حالا گلاس اونا انگلیسی و فارسی و عربی هم گلاس میگفتن. فهمیدم یه لیوان رو اون چیز بود. نگاه کردم دیدم که قوری چایه. بودم حالت قهر گفتم نمیخوام. حالا مثلا ناراحت بودم از چون قهر شما رو نگرفتم، از اونم در بست برم. خلاصه ما شروع شد دیگه، برای اینکه آره زمان رو رسم. اینا میگم که من اون لحظه ای که توی ایجک بیهوش شدم زمان رو از دست دادم. یعنی دیگه یادم رفت که من چه روزی از هفته بود، چه تاریخی از ماه بود کسی شدم. اینجا هم نمیدونستم چه روزی از الان، چه روزی از هفته است یا ماه است. کاری که کردم با اون تیک برای در تولد فرنگی شکسته بود، رو این دیواری که با رنگ تیرش کرده بودم شروع کردم چوب خط، هر روزی که میگذاشت صبح به صبح چیکار کردم؟ یک خط میزدم. زمان از کجا متوجه میشدین که گذشته؟ صدای اذان میشنیدین؟ اون سه تا لامپ مهتابی تاریک شد، خاموش شد، فهمیدم اون لامپ مهتابی نیست، اون یه دریچیه تقریبا 30 سانتیه با صفحه های فلزی به صورت اوریب روش کیپ کردم. فقط از لای این روزنه‌ای که بین این صفحات هست اینجا آسمان دیده میشه.
که با تاریک روشن شدن اونها متوجه شب و روز میشدیم. در شروع کردیم به چوب خط زدن و اینا. خلاصه یه دو روز که گذشت دیدم که این غذایی که اینا میدن که مثلا صبحش یه آشیه که اونا چیزی توش نیست. اینا دیگه حالا به محیط، حالا این که سوال کردی که این شکنجه واقعی بود، اینا یواش یواش از طریق حسی دیگه متوجه شده که بیرون در چی داره میگذره، پشت این در سلول چی داره میگذره. مثلا صدای آسانسور، من دو تا غرفه این ورتر بغل آسانسور بودم، صدای آسانسور رو میشنیدم، میمد در آسانسور باز میشد، بعد میدونم که این دریچه سلول رو باز میشد، بسته میشد، باز میشد، بسته میشد، تا به من میرسید، هی میرفت دور میشد، یعنی از این در آسانسور باز میشد، این راه رو میرفت اونجا، دور میزد، میرفت اون آخر، بعد میاد اینجا که من آخرین جا بودم. بعد میرسید و میدونم که مثلا دارن نهار میدن، یا دارن شام میدن، یا صبحانه میدن. بس این متوجه شدیم که این باز و بسته شده دریچه ها مربوط به غذایی که دارن میدن، حالا هر وعده بود. بعد روز دوم سوم فکر می‌کردم این شکنجهات نواره دیگه، ولی بعد دیدم که نه، دریچه در باز میشه، تلق تلوق میان نفر رو میگن، داد و فریاد سرش میکشند و شروع میکنند به صدای شلاق اومدن اومدن. این بنده خدا مقاومت میگن، مقاومت میگن، تا جایی که دیگه یواش باش صدای نالش در میاد و بعد یه داد و فریادش در میاد. دیدم که نه، این واقعی شکنجه هستی. منتها دیگه اون ببین اون برخورده اول خیلی روحی آدم ها از بین میبره، بعد دیگه وقتی چه باشه پذیرفتم که نه، اگه باشه بیان سراغمون همینه دیگه. منتها خوشبختانه نیمدن سراغمون که ما رو اونجا شکنجه. پس بدرفتاری و کتک خوردنتون همون یک سری فلکه بوده؟ آره. مشتلقیتی که سر بازوی خورد؟ آره. البته بعضی از بچه های ما رو با شوک الکتریکی و مشتلقیت و این هم خیلی اذیت کرده بودیم. منتها میگم چون اینا همه اطلاعات رو داشتن از محمد نعمتی و بعد میدونستن که چیز جدیدی به نوراوی اضافه نشده، همونیست که بوده، حالا یکی یکی داره یک کم میشه، هم خلبان هم چیزه. اینا به قدری ببین ما حالا بعدن که من بعد از اصالت متوجه شدم که اینا توی مثلا چیز کمانپست ما تو پایگاه سوم شکاری که پایگاه مادر ما بود، یک افسر نیروی زمینی مأمور بود اینجا که عملیات نیروی زمینی را با نیروی هوایی هماهنگ کنه، یعنی نیروی زمینی گرا بده که آقا دشمن الان اینجاست، اینجا پرواز تنظیم کنم برم اونا رو بزنم. خب این جاسوس عراقی از هم در اومد، اعدام شد دیگه، گرفتن اعدامش کرد. بله گرفتنش. یعنی ببین تا کجا اینا عوامل داشتن اطلاعات ما را دریافت میکردن. و اینجا یکی از بچه ها گذار رو یادم نیست که بود، میگفت که من رفتم اونجا، گفتم که مثلا خلبانه گردانتون کیه؟ فرمانده گردان کیه؟ رئیس عملیات کیه؟ فرام اینا. میگفت که من خودم مأمور آمار بودم، آمار روزانی خلبانه را به اداره اعلام میکردم. میگفت من اینا گذاشتم جلو اومده همه را عوضی اسمایی که شهید شده بودن اینا را چک کردم. میگفت وقتی دادم اینجا فلان فلان شده، اینا که همه کشته شدن، که این آمار شماست. میگفت همون نامه ای را که من نوشته بودم امضا کرده بودم دستشون بود. تا اینقدر اینا اشراف داشتن به چیز ما. حالا بخوایم چیز بکنیم، دوره اسارتتون یه ذره خلاصه بکنیم. ببین شما دو ماه انفرادی بودین، بعد بردنتون پیش آقای ذوالفقاری، چهار ماه با هم بودین، بعد بردنتون ابو قریب، اونجا با خلبانای دیگه بودین، یک دو سالی فکر کنم اونجا بودین و بعدم دوره آخر اسارتتون الرشید بودین دیگه. مثلا دوره آخرش که نبود، از سال 63 به این طرف تا 67 همون 4 سال آخر رو بله. مثل باقی مفقود الاسرا دیگه، مثل اون 27 8 خلبان مفقود الاسری که 24 شهریور 69 برگشتن. شما با اونا بودین دیگه. بودیم دیگه. بله. شما هم جزء مفقود الاسرا بودین در واقع. بله، ما وقتی که حالا این دوره که اشاره کردید سپری کردیم، رفتیم ابو غرایب. یعنی تو ابو غرایب 27 افسر غیر خلبان نیروی زمینی، نیروی دریایی، ژاندارمری اون موقع هوانی روز خلبان هوانی روز با ما بودن، 5 تا خلبان هوانی روز با یه نیروی دریایی که مأمور به هلال احمر بود با ما بودن. عرض شد که اینا تو ابو غرایب بودن، این
هوایی ها با زمینی ها تو ابو غریب بودن. اینا تو سیستم اداری خودشون تصمیم گرفتن خلبان ها را همه را بدن در اختیار نیرو هوای عراق، نیرو هوای عراق اینا را نگهداری بکنه، اونا را بدن در اختیار نیرو زمینی یا حالا دژبان مرکزشون فلان. بنابراین اومدن اینا را از ابو غریب جدا کرده بودن، خلبان ها را آوردن توی استخبارات. وقتی اومده بودن توی استخبارات، من آقای ذوالفقاری را از تو سلول خارج کردن اومدن پیش اینا. پس جداتون نکردن از هم دیگه؟ نه، یعنی اون موقعی که شما با آقای ذوالفقاری بودین دیگه تا آخر اصالت با هم بودیم، با هم بودیم کلا جدا نشد دیگه، با هم بودیم. و هر شبت که ما رو اومدن به اینا ملحق کردن، چشمون رو که باز کردن، اینا لباس حضرن سر رو همه از تمی زدن با ماشین مونه داشتن، بعد لباس خاکی هم تنشون بود، روی زمین رو نشسته بودن. همین که چشای ما رو باز کردن دیدمون تیره و تار بود، یعنی جایی رو نمیدیدیم، اتاق تاریک بود در حقیقت. یکی گفت این که اعظمیه، اون که آقای ذوالفقاریه فران اینا، نگاه کردیم این سیوان هم کنار دیوار نشستن، به سختی دیدیمشون. بعد دیدیم بچه های خود هستن، مثلا یکی آقای علی مرادی اول اسم من هستن، ولی همه قیافه هایی داره تکیده و ریخت و روید افتاده بود دیگه، کچل و آقای سهیلی که از بچه بود که قبل سوالت چاق، یعنی توپل چاق بیم به سوال چیز نبود، بیریخ نبود، بدن پر تو پر به سوال مویرگا از زیر پوستش بیرون زده بود و خیلی تیپ چینا. من دیدم استخونه خالی شده بود. آره این تو بشه بود. حالا سه دیگه بلند شدن دو ماچ و سه والا احوال و اینا. از اونجا اومدن ما رو سوار ماشین کردن که ببرن در اختیار نیروی هوایی قرار بدن. ظاهرن جای مناسبی که ما رو نگه دارن پیدا نکرده بودن، دستشون نگرفته بود که امنیتش کامل تامین شده باشه. آوردن دوباره برگردوندن بردن همون طبقه بالایی که همین استخبارات یه جای بود که هواخوری می‌بردن، یه فضای بازی بود، روش هم با نرده‌ها پوشیده بودن. شب اونجا بودیم، فرداش اومدن با سوار کردن بردن ابو غریب، بردن اونجا. یه شب هم با اون بچهای نیرو زمینی بودیم، فردا صبحش اونا رو از ما جدا کردن بردن. ما در اختیار نیروی هوایی قرار گرفتیم تو همون زندان ابو غریب. دیگه تو سال تا دهی فجر سال 63 اونجا بودیم. بعد اومدن ما را آوردن بغداد، آوردن تو زندان الرشید، جایی که یک بخشی از این زندان همین بچه های نیرو زمینی رو نگه داشته بودن که مفقود بودن که تو ابو غریب با ما بودن و بعد چیز شده اینا. بنابراین ما از 25 نفر تا 30 نفر شدیم که حالا یه مرحله 4 نفر به اون اضافه شد، یه مرحله 1 نفر به اون اضافه شد، 25 نفر اون شدیم، شدیم 30 نفر. و بعد آقای لشکری رو از ما جدا کردن و بردن که شدیم 29 نفر. همین تعداد بودیم، اونا 28 نفر بودن که کلن اینا مفقودین بودن که از اول اینا رو به سری سخنشون ندادن. دیگه بودیم تو زندان الرشید بودیم و گذروندیم دیگه. 69 هم برگشتیم بعد دیگه. حالا وقتی که 69 عراق رفت کویت را گرفت و خدا به شکرانی خدا، یعنی عنایت خدا بود که این دیوانه بره این کار رو کنه، یعنی ما رها نمی کرد که با ایران کنار نمیمد، رفت اونجا گیر افتاد. به حساب این که حالا اگر بیاد با ایران کنار بیاد، ایران میاد در جبه اون قرار میگیره در مقابل امریکا، اومد این کار را کرد. خلاصه ما وقتی که اینا تو عملیات مثلا یک موفقیت به دست برده، این بلنگوی داخل زندان با صدای بلند عربده کشین صدای صدام رو پخش میکرده اینا، دیدم اونجا چیز کردن رادیو داره با شدت داره دفع حرف میزن و اطلاعی میده و فهم میکنن. دیدم سربازه اومد بود که اصالت تموم شد، فردا شما میرید کشورتون. ما از این حرف ها زیاد از این نشینده بودیم، یه حرفی زد رفت. خلاصه حالا کی بودیم؟ این مثلا اینا قبل از طلوع آفتاب در رو باز میکردن که ما نماز صبح اونا بخونیم، همون موقع گفتن که امروز شما میرید. گفتیم یه حرفی زرد و رفا سرباز چی حالشه. دیدیم ساعت 8 که صبح اونا بردن، دوباره سرپرست زندان گفت که اصالت شما تموم شده. دوباره یک ساعتی شد لباس بردن برمون، لباسش همین لباسه سربازی بود. باز هم ما گفتیم که وضعیت تکلیف ما چیز نیست.
قبلش که وقتی اعلان کردن اسرا رو شروع کردن به گروه گروه آزاد کردن. منطور ما شرایط خاصی داشتیم، میگفتیم ما را نمیدون، ما نباید خودمون رو جز بقیه اسرا چیز بکنیم که حتما ما رو جز با اینا میفرستن، چون ما شرایط خاص داریم دیگه، ممکنه ما رو اصلا تحویل نده بفرستن مثلا یک کشور دیگه عربی. تا اون روز 24 شهریور بود که صبح اومدن اینطوری گفتن به خلاصه، بعد زار نهار آوردند و بعد از نهار ماشین آمدن سوار کردن و آوردن بعبوه. بعبوه که اومدیم تو پادگانی که اسرا رو نگهداری میکردن اونجا با یه سری از خلبانه دیگه که از اروپایی دیگه آمده بودن مخلوط شدیم و شب هم اونجا گذروندیم. صبح طلوع تو تاریکی اومدن سری به سر ما اونجا ملاقات کردیم که ما رو سبزینم کرد. یعنی اون بچه‌ای که 10 سال بودن و من که 8 سال بودم اولین بار اونجا صلیب سرخ ملاقات کردیم و دیگه سوار ماشین شدیم اومدیم تو مرز و برگشتیم.